همراه میشیم با همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس نیلوفر از این خرابکاری گسترده بیشتر برامون بگو آیا مشخص شده چه افراد یا گروهی پشت این خرابکاری بوده؟ کمتر از چهار ساعت مونده به آغاز رسمی مراسم افتتاحیه المپیک 24 همه در واقع تلاش ها الان در جهت اینه که این خرابکاری به نوعی ترمیم بشه تاسیسات در واقع از بین رفته بازسازی بشه تا مسافرانی که در ایستگاه های قطار گیر افتادن 800 هزار نفری که سازمان هم نقل ریلی فرانسه گفته تاثیر گذاشته روی اینها این عملیات گسترده بخشی از اونها رو حداقل بتونن تا پایان روز به مسیرهای خودشون به مقاصد خودشون برسونن تا اینجا هنوز کسی به عهده نگرفته این خرابکاری رو که محکوم شده و با انتقاد شدید قرار گرفته از طرف گروه های مختلف سیاسی در فرانسه ولی اون چیزی که گفته شده به طور مشخص اینه که یک عملیات هدفمند و برنامه ریزی شده و هماهنگ بوده در چهار نقطه قرار بوده انجام بشه که در نهایت در سه نقطه موفقیت آمیز بوده و به نتیجه رسیده کابل های برق رو قطع کردن آتش زدن و به همین وسیله تونستن به نوعی با هدف قرار دادن قلب بخشی از این حمل و نقل تمام فرانسه رو تحت تاثیر قرار بدن حتی باعث شده تا حمل و نقل در شبکه مثلا به یوروستار که پاریس رو به لندن منتق... وصل میکنه هم مشکلاتی ایجاد بشه تا روز یک شنبه به دلیل اینکه در واقع ترمیم این خطوط بسیار زمان بر خواهد بود گفته میشه 500 کاب رو باید عوض بکنن امتحان بکنن تست بکنن یک بار دیگه امنیت اون رو و بعد قطارها حرکتشون رو اثر بگیرن بنابراین کار بسیار سخت و پیچیده ایه. چیزی که کارشناسان معتقدن اینه که شکل عملیات بسیار شبیه عملیات خیلی کوچکتریه که قبل از این گروه های چپ رادیکال یا برخی از فعالان محیط انجام دادن در خود فرانسه ولی بسیار محتاطن در این زمینه فعلا بخش دادستانی پاریس و همینطور جرایم سازمان یافته دارن در موردش تحقیق میکنن تمام اینها به کنار یک بخش دیگه ای از نیروهای در واقع امنیتی و پلیس فرانسه از الان دیگه کارشون شروع شده برای تامین امنیت مسابقه افتتاحیه که روی رود سن از ساعت شش بعد از ظهر یعنی یک ساعت و نیم قبل از آغاز مراسم به وقت محلی تقریبا یک بخش بزرگی از پاریس یا شاید بتونیم بگیم همه پاریس فلج خواهد شد حمل و نقل عمومی مثل قطارها در خیلی از ایستگاه ها بسته میشه اتوبان ها بسته خواهد شد به دلیل رفت و آمد سران و گروه ها و ورزشکارانی که قراره در این مراسم شرکت بکنن باید ببینیم که این مراسم رو فرانسه میتونه بدون حادثه و حاشیه برگزار بکنه یا نه چیزی که مدت هاست براش برنامه ریزی میکنه ممنونم از توضیحات نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس